سلام رفقا، من دوباره برگشتم. متاسفانه هفته پیش نتونستم ویدیو بذارم و این باعث شد که یکم فاصله افتاد بین ویدیوها، اما برای امروز میخوام در مورد راهکارهای مناسبتر برای ارتقای سیستم صحبت بکنم و بهتون بگم که ارتقای سیستم اصول داره، فقط به پول خرج کردن و زیاد پول خرج کردن نیست. اگر میخواید که در مورد این اصول بیشتر بدونید، ازتون میخوام که تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون ممنونم که ویدیوهای من رو تماشا میکنید و چنل من رو حمایت میکنید. من تلاش میکنم به صورت هفتگی ویدیو بسازم و آپلود بکنم، با این هدف که افراد مهارت کسب بکنن و حرفه‌ای تر بشن. اگر به کسب مهارت در حوزه کامپیوتر و شبکه علاقه دارید، بهتون پیشنهاد میکنم که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد. حالا بریم سر در بیاریم از اصولی که برای ارتقای سیستم باید رعایت بکنید. برای ارتقای سیستم فقط یک اصل وجود داره که باید رعایت بکنید و اون تشخیص صحیح کندی سیستم هستش. و البته چند تا نکته دیگه که الزام داره اونها رو هم رعایت بکنید. نکته اول اینکه بین PC و لپتاپ فرق میکنه، به خاطر اینکه توی PC شما 4 تا عنصر وجود داره که باید روی ارتقایشون و تشخیص درست اینکه گلوگاه کجاست و چه عاملی باعث کندی سیستمتون شده، بین 4 تا عنصر باید در واقع ارتقا رو انجام بدید. ولی توی لپتاپ به خاطر اینکه شما نمیتونی CPU و کارت گرافیک رو دست بزنی، بین 2 عنصر در واقع شما باید ارتقا رو انجام بدی. نکته دوم، به تشخیص اشتباه فروشنده های بازاری دامن نزنید. اکثرشون دلیل کندی سیستم شما رو رم تشخیص میدن که الزاماً اینطور نیست. وقتی که فقط یه دونه فتوشاپ روی سیستم عامل باز کردی و میبینی که 6 گیگ از رمت رو اشغال کرده و تا 8 گیگ رم داری، فرقی دیگه نمیکنه که رمت 8 گیگ باشه یا 12 گیگ باشه، چون هنوز در واقع به حد نصاب و سقف حجم رمت نرسیدی. بنابراین اینکه شما رمت رو بیشتر بکنی وقتی فقط به صورت همزمان یه دونه نرم افزار باز میکنی، هیچ توفیری به حالت نمیکنه. اما خیلی ها فکر میکنن که اگر حجم رمشون بیشتر باشه، یعنی اگر به جای 8 گیگرم 12 گیگرم داشته باشن، سرعتشون بیشتر میشه. نه، اصلا اینطوری نیست. هیچ تأثیری روی استارتاپ ویندوزتون نداره، هیچ تأثیری روی اینکه یه نرم افزار سنگین زودتر باز بشه نداره و این فقط کمک میکنه که شما به صورت همزمان بتونید نرم افزارهای بیشتری رو باز کنید. حالا این رو روی سیستم الان بهتون نشون میدم. خوب دوستان، من نرم افزاری این پایین باز ندارم تا در واقع دقیق تر بتونم صورت رمه رو بهتون توضیح بدم. از توی تست منیجر وارد تب پرفورمنس میشم. الان همونطوری که میبینید پرفورمنس CPU مموری که در واقع همون رم سیستم هستش، به واسطه که من الان دوتا هارد دیسک روی لپتاپ دارم، هارد 0.1 رو نشون میده و حالا در واقع بقیه سخت افزار موجود روی سیستم که پرفورمنسشون به چه صورت هستش. الان همونطوری که میبینید از 8 گیگ رم موجود لپتاپ من 4.1 گیگ این یوز هستش، یعنی داره استفاده میشه، هیچ نرم افزاری باز نیست و این 4.1 گیگ رو در واقع خود ویندوز داره استفاده میکنه. فتوشاپ رو باز میکنم، همونطور که میبینید نمودار اینجا داره بالا میره، تقریبا 4.2 تا 4.5 4.6 گیگ نوسان داره که در واقع از ظرفیت بیشتری از رم من استفاده کرد تا نرم افزار فتوشاپ رو باز بکنه. منتظر میشم تا فتوشاپ کاملا لود بشه تا این عدد ثابت بشه. ببینید به 5 گیگ هم رسیده و الان کاملا فتوشاپ من لود شده. میرم در واقع نرم افزار پریمیر رو هم باز میکنم.
منتظر میشم تا لودش کامل بشه، نرم افزار کاملا باز بشه تا ببینیم که چقدر از رم رو اشغال میکنه. اینو دقت داشته باشید، همونطوری که گفتم تا زمانی که به سقف حجم من نرسه من هیچ کندی سیستمی احساس نمی کنم و میتونم همچنان نرم افزار باز بکنم. الان من دو تا نرم افزار فتوشاپ و پریمیر رو باز کردم، رفتم و آی ای رو هم باز کردم. ببینید هنوز من به سقف رمم نرسیدم و هنوز کندی توی سیستمم احساس نمی کنم. خب همونطوری که میبینید تا وقتی که به سقف حجم رمم نرسم کندی تو سیستمم احساس نمی کنم. خب همونطوری که دیدید اینکه شما اگر رم بیشتری داشته باشید هیچ تأثیری روی اینکه سرعت سیستمتون بالا بره نداره، اما شما کجاها مجاز هستید که رمتون رو ارتقا بدید، مخصوصا اگر بخواید روی سرعتش مانور بدید. فرض میکنیم که شما یه رم DDR3 با باس مثلا 1333 دارید و این رو میخواید ارتقا بدید به رم مثلا DDR3 با باس 1666. اینکه DDR3 رو مثال میزنم، اگر مادربرد شما DDR3 ready باشه و DDR3 ساپورت بکنه دیگه نمیتونید روش DDR4 بندازید. پس این لیمیت شما روی مادربرد هستش که بخوای رمت رو ارتقا بدید، که البته این قسمتش رو شاید همه شما هم بدونید. اما وقتی که میخواید این کار رو انجام بدید، پیشنهاد اینه که برید حتما بنچمارک این دوتا رم رو بخونید، روی حجم برابر 1333 چقدر پرفورمنس داره و نسبت به اون 1666 چند درصد پرفورمنس بالاتر داره. چیزی که روی بنچمارک میبینید یه چیزی حدود 5 تا 10 درصد. حتی اگر در نظر بگیریم که 10 درصد بهبود توی سرعت سیستم شما میده، اگر ویندوز شما 20 ثانیه طول میکشه تا آپلود بشه و بیاد بالا، این 10 درصد کمک میکنه که بین اون 20 ثانیه بشه 17 الی 18 ثانیه. بنابراین شاید باز برای شما محسوس نباشه. اگر مثلا فتوشاپتون 10 ثانیه طول میکشه لود بشه، ادوب پریمیر پروتون 10 ثانیه طول میکشه لود بشه، این موضوع در واقع فقط 1 ثانیه به شما کمک میکنه. بنابراین همونطوری که میبینید گلوگاه اینجا نیست، اینجا اونجایی نیستش که عامل اصلی کندی سیستم شماست. چه روی در واقع نرخ تبادل اطلاعات رمتون کار بکنید، یا در واقع همون روی بیت ریتش کار بکنید، چه روی حجمش کار بکنید، معمولا رم برای شما تغییرش خیلی معجزه نمیکنه. فقط در نهایت باعث میشه که شما بتونید نرم افزارهای بیشتری به صورت همزمان باز بکنید، که حتی اگر خیلی حرفه‌ای باشید یا یه گیمر باشید، موقعی که شما دارید یه دونه گیم بازی میکنید چه اتفاقی میفته؟ تمام فوکستون روی گیمه و هیچ نرم افزار دیگه باز نیستش که بگید دو تا نرم افزار بازه پس من احتیاج دارم که رم بیشتری داشته باشم. اگر شما گیم بازی میکنید و نیاز به رم زیاد دارید، به خاطر اینکه گیم ها بافر رم زیادی دارن، این پس مقوله گیم کاملا متفاوته. اما اگر به عنوان یه حرفه‌ای روی نرم افزارهای فیلم سازی دارید کار میکنید، روی نرم افزارهای مثلا مثل فتوشاپ و ایلاستریتور برای دیزاین دارید کار میکنید و همزمان صفحات وب مختلفی باز هستن، یا مثلا دارید همزمانش یه دونه یوتیوب نگاه میکنید که در واقع اون مهارت رو بتونید کسب بکنید، اینجا نیاز دارید که رم زیادی داشته باشید. اما این به این مفهوم نیستش که این داره سرعت من رو زیاد میکنه، نه، فقط داره کمک میکنه که نرم افزارهای بیشتری همزمان بافر شده باشن تا شما راحت تر بتونید بینشون سویچ بکنید. پس اگر بخوام ارتقای رم رو یه جنبندی بکنم، شما زمانهای مجاز هستید در واقع رمتون رو ارتقا بدید که میدونید یا میخواید از مثلا ویندوز 7 مهاجرت بکنید روی ویندوز 10،
میدونید سیستم عاملی که میخواید استفاده بکنید حداقل 4 گیگرم اشغال میکنه و به صورت اوردی شما 4 گیگرم دارید. پس میای چی کار میکنی؟ میگی اگر قرار باشه 4 گیگرم رو فقط ویندوز هم اشغال بکنه، پس من 4 گیگ دیگه رم احتیاج دارم تا بتونم نرم افزارها رو روش رام بکنم. یا زمانی که شما میخواید نرم افزارهای سنگین، نرم افزارهای در واقع طراحی و فیلمسازی سنگین نصب بکنید که میدونید هر کدومشون مثلا 2 گیگ رم در واقع اشغال میکنن، اینجا شما میایید رم اضافه میکنید. این زمانیه که شما در واقع سیستمتون رم کم داره و شما میخواید از نظر نرم افزاری و از نظر سیستم عاملی ارتقا پیدا بکنید و نرم افزارها و سیستم عامل جدید به صورت در واقع ذاتی و بای دیفالت از رم بیشتری استفاده میکنن، توی این قسمت ها شما مجاز هستید که رمتون رو ارتقا بدید. توجه بکنید که اگر شما نمیخواید سیستم عامل رو ارتقا بدید، سیستم عامل رو عوض بکنید، یا نمیخواید که نرم افزارهایی که دارید رو نسخه هاش رو در واقع آپدیت بکنید، اینجا نیازی ندارید که در واقع حتما بیاید و رمتون رو ارتقا بدید. اما بریم سراغ استوریج ها، یا به صورت مصطلح تر هارد دیسک. هارد دیسک پایین ترین نرخ تبادل اطلاعات یا در واقع همون بیت ریت رو داره، پایین ترین نسبت رید و رایت رو در واقع توی عناصر کامپیوتر داره و از همه گذشته این که معمولا روی هارد دیسک ها از کش بسیار ضعیفی استفاده میشه. یه نگاهی به ساختارشون داشته باشیم. هارد دیسک ها عمدتا توی بازار مکانیکی هستن، به واسطه یه موتور میچرخن، بعد از یه مدت هم چون فرسایشی هستن به صدا میفتن. سرعتشون رو با RPM در واقع با راد پر مینت اندازه گیری میکنن، دور در دقیقه، که اکثر هارد هایی که توی بازار میبینید 5400 دور در دقیقه هستن، حالا با کش های مختلف. به عنوان مثال چیزی که شاید بیشتر توی بازار دیده باشید رو واسه تون مثال بزنم، وقتی صحبت از هارد مثلا وسترن دیجیتال میشه، هم گرین داره، هم بلو داره، هم بلک داره، فکر میکنم الان جدیدن وایولت هم داره. این کالر کدی که وسترن دیجیتال به هارد داده، وقتی نگاه میکنی همه هاردها 5400 دور در دقیقه هستن، فقط یکم کششون متفاوت تره، اون در واقع کشی که در واقع کمک میکنه سرعت اون هارد بیشتر باشه. توی سالهای اخیر SSD ها وارد بازار شدن، اما تا چند سال پیش اگر شما بین هارد مثلا زمانی که SSD ها نیومده بودن بین هاردهای مکانیکی در واقع میخواستید ارتقا بدید، نهایتا میتونستید از 5400 دور در دقیقه برید روی یه دونه هارد 7200 دور در دقیقه، که در واقع اونجا هم باز مقدار کش این هاردها اینقدر پایینه که واقعا خنده داره. اما اگر توی زمان فعلی زندگی میکنید، و بهتون تبریک بگم به خاطر اینکه خب هاردهای SSD وارد بازار شدن که دیگه ساختارشون به صورت مکانیکی نیست و موتور ندارن و هیچ چرخشی در کار نیستش و از IC های حافظه استفاده میکنن، وزنشون به مراتب کمتره، سرعتشون به مراتب بیشتره، و نکته ای که وجود داره اینه که عمده کندی سیستم شما به خاطر هاردیه که دارید ازش استفاده میکنید. یعنی در واقع اگر ویندوزتون دیر لود میشه، قطعا هاردتون کهنه و فرسوده است و از کش پایینی برخورداره. اگر این هارد رو تبدیل به یک هارد نو بکنید، باز هم میگم با انجام این کار خیلی معجزه نمیشه، نهایتا یکم به سرعت سیستم شما اضافه تر میشه که خیلی براتون محسوس نیست و هیچ وقت نمیتونید بگید که دارید از یه سیستم سریع بهره میبرید. اما اگر هاردتون رو با یه دونه هارد SSD جایگزین بکنید، معمولا بین 40-50% سرعت سیستمتون بهبود پیدا میکنه، به خاطر اینکه الگوریتمی که توی هاردهای SSD در واقع استفاده شده، این هاردها در واقع سالید استیت درایف هستن و گفتم از حافظه هایی که به صورت IC هستن و کنار همدیگه چیده شدن تشکیل شدن و سرعت بسیار بالایی دارن
دلیلش هم این هستش که دسترسی به اطلاعات به صورت مستقیم انجام میشه روی این هارد ها، و اینکه این هارد ها با حافظه های 120 240 480 و 960 معمولا توی بازار وجود دارن و پلتفرمشون هم به صورت ساتا هستش، یعنی همون کابل ساتایی که به هارد معمولیتون داشتید میزدید به این هارد میخوره و کار میکنه و معمولا نیاز به هیچ تغییر پلتفرمی روی مادرورد وجود نداره برای اینکه از یک کارت SSD استفاده بکنید. و به صورت هم M2 که به صورت اسلات های PCI در واقع روی مادرورد میشینن و هم NVMe که سریع ترین SSD موجود توی بازار اگر مادربوردتون ساپورت بکنه NVMe هستش که میتونید ازش استفاده بکنید، از پورت شبیه به پورت PCI Express که به جرات میشه گفت سریع ترین در واقع اسلات پر سرعت روی مادربورد هستش استفاده میکنه، به خاطر همین سرعتش خیلی زیاد هستش. معمولا روی مک تا 5 ثانیه، روی ویندوز یه چیزی حدود 7 الی 8 ثانیه ویندوز رو در واقع لود میکنه، سیستم عامل رو لود میکنه. و نکته قابل توجه اینه که اگر برای ارتقا هاردتون رو جایگزین یه دونه هارد SSD بکنید، هزینه کمتری رو متقبل شدید تا رمتون رو بخواید اضافه بکنید. دلیل، رمتون رو وقتی میخواید عوض بکنید دیگه اون رم رو احتیاج ندارید چون اسلات اضافه برای استفاده ازش وجود نداره. برابر این چه کار میکنید؟ اون رم رو میفروشید، خریدار 40% 30% اون رو در واقع از شما ارزون تر میخره، رم خودش رو 30-40% توی بازار فعلی متاسفانه به شما میفروشه، طوری که خیلی براتون مرغوم به صرفه نیست. اما در مورد هارد، شما هارد قبلیتون رو نمیفروشید. یک، به درد کسی نمیخوره چون به احتمال خیلی زیاد فرسوده است. دو، میتونید ازش به عنوان آرشیو استفاده بکنید، هرچند که من به شخصه به یک حرفه‌ای به عنوان، اگر توی این ویدیو دنبال کسب مهارت هستید، من به هیچ عنوان آرشیو کردن رو پیشنهاد نمی‌کنم، ولی از هارد دومتون میتونید به عنوان یک آرشیو استفاده بکنید و در واقع از هارد SSD جدیدی که خریدید به عنوان هارد اصلی استفاده بکنید و اینجوری هم هزینه‌تون بهتر مدیریت میشه و اینکه خیلی هزینه پرداخت نکردید. همین الان یه چیزی حدود فکر میکنم با دلار 19500 با دلار 20 تومن میتونید مثلا یه دونه هارد 240 وسترن دیجیتال رو یه چیزی حدود 750 تومن بخرید و با 750 تومن یه پرفورمنس قابل توجه به دست بیارید، تا اینکه بخواید رم لپتاپتون رو اضافه بکنید و اونجوری که تصور میکنید واسه تون تفاوت ایجاد نمیکنه. میشه در نهایت پول رفته به اضافه همون کلافگی که مثلا قبل از ارتقا داشتید، هنوز سیستم جونی به خودش نگرفته. در مورد CPU، باید به نسل CPU ها خیلی دقت بکنید. به عنوان مثال توی نسل 8 CPU های اینتل بین کورای 5 و کورای 7 تفاوتی نیست. نسل 9 برای این CPU وجود نداشته، توی نسل 10 باز می‌بینیم که کورای 5 هنوز قدرتمنده. بنابراین برای ارتقای CPU حتما باید بنچمارک CPU ها رو مطالعه بکنید و اینکه ببینید چقدر تفاوت داره. ارتقای CPU توصیه نمیشه به خاطر اینکه فوق‌العاده گرون هست و باز میگم قطعه دست دوم شما رو به سختی ازتون میخرن و اگر بخرن به زبون خیلی ساده ازتون بزخر میکنن. بنابراین ارتقای CPU خیلی پیشنهاد نمیشه. اما برای کسایی که PC دارن، اهل گیم هستن، اهل در واقع کار کردن با نرم افزارهای گرافیکی هستن، مخصوصا افتر افکت، مخصوصا پریمیر پرو، گاهن نیاز پیدا میکنن که کارت گرافیک خودشون رو ارتقا بدن. در مورد کارت گرافیک یه توضیح کلی بدم. کارت گرافیک به تنهایی
یه کیسه. چرا؟ هم پروسسور داره هم رم داره. بنابراین همه مسئولیت های در مورد پردازش گرافیکی رو به تنهایی داره انجام میده و در نهایت خروجی رو میفرسته برای سی پی یو. بنابراین به ذاته قطعه گرونی هستش. اگر میخواید ارتقایش بدید به دو تا نکته خیلی باید توجه بکنید. یک، ظرفیت رم روی کارت گرافیک که معمولا توی بازار فعلی DDR5 و DDR6 هستش، بسته به این که اگر مثلا گرافیک انویدیا استفاده میکنید سری GTX هستش، سری MX هستش یا سری جدید RTX هستش که در واقع از رم DDR6 پشتیبانی میکنه، حتما باید مد نظر داشته باشید که توی سال 2020 دیگه ظرفیت کارت گرافیکتون کمتر از 4 گیگ نباشه. هرچند که این موضوع هزینه شما رو بالا میبره، اما تا سالها شما رو از خرید کارت گرافیک بی‌نیاز میکنه. و مورد دوم که به سرعت پردازش گرافیکی شما کمک میکنه، در واقع همون نرخ تبادل و بیت ریت کارت گرافیک شما هستش، که اینطوری مصطلحی که تو بازار میگن کارت گرافیک چند بیتی هستش. باید به این نکته توجه بکنید. کارت گرافیک هایی که توی بازار هستن 128 بیتی و 256 بیتی هستن و حتی بیشتر. یک سری عددهای متغیر دیگه هم وجود داره که من مثال نمیزنم. بنابراین میخوام بهتون بگم که سرعت کارت گرافیک شما دقیقا شبیه رمه. اگر گیمی بازی میکنید که مقدار رم بیشتری در واقع استفاده میکنه، اگر کارت گرافیک 4 گیگ بگیرید، هر چقدر اون گیم گرافیکش سنگین باشه، رم 4 گیگ کارت گرافیکتون این رو ساپورت میکنه. اما اگر بیت ریت کارت گرافیکتون پایین باشه، شما دیگه نمیتونید با ماکسیموم در واقع پرفورمنس گرافیکی اون بازی رو انجام بدید. بنابراین مجبور میشید برید توی ستینگ گیم و در واقع یک به واسطه یک سری کنترلرها گرافیک گیمتون رو بیارید پایین، بیت ریتش رو بیارید پایین، رزولوشنش رو بیارید پایین تا کارت گرافیکتون بتونه اون گیم رو ساپورت بکنه. در واقع یک جوری گیم رو سبک میکنید تا بتونید ازش استفاده بکنید. اما اگر بیت ریت کارت گرافیک شما بالا باشه، یک گیم رو میتونید فول پرفورمنس بازی بکنید. دقیقاً کاری که کنسول های گیم دارن انجام میدن. کنسول های گیم به واسطه کارت گرافیک قویشون معمولاً شما گیم ها رو روی حالت در واقع اپتیموم استفاده میکنید و یه جورایی خیلی دیگه درگیر این نیستید که توی گیم حتما رزولوشن رو پایین بیارید. این توی نرم افزارهای گرافیکی هم خیلی به شما کمک میکنه. دو تا عامل توی رندر گرفتن به شما خیلی کمک میکنه. عامل اول کارت گرافیکتون هستش، عامل دوم سی پی یو هستش. این دو تا توی رندر گرفتن خیلی درگیر میشن. بنابراین اگر از بیت ریت بالاتری برخوردار باشه کارت گرافیک، سرعت رندر گرفتن و خروجی گرفتن از پروژه ها برای شما خیلی راحت تر میشه. خب دوستان، امیدوارم نکته هایی که بهش اشاره کردم به دردتون خورده باشه، بتونید ازشون استفاده بکنید، چیزی به داشته هاتون اضافه کرده باشه که در واقع هدف اصلی این چنل هستش. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. انتهای این ویدیو چند تا دو تا البته ویدیوی دیگر رو کارت کردم که میخوام حتما نگاهشون بکنید. ممنونم که ویدیوهای من رو تماشا میکنید، چنل من رو حمایت میکنید. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید.